آن که برادرم کش آن که برادرم کش شورای ملی مقاومت ایران، قیام ایران، شماره 26. در قیام مردم ایران دست کم 251 تن شهید، 3700 تن مجروح و 7000 تن دستگیر شدند. اسامی 85 تن از شهیدان قیام در شهرهای مختلف ایران. خانم مریم رجوی: شورای امنیت باید خواهان توقف فوری کشتار و آزادی دستگیر شدگان شود و سردمداران رژیم را جنایتکاران علیه بشریت اعلام کند. آنها باید در برابر عدالت قرار بگیرند. سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد رژیم ضد بشری آخوندی در جریان قیام 251 تن از فرزندان رشید مردم ایران را فقط در 20 شهر از مجموع شهرهای بهپا خواسته به شهادت رسانده است. قیام سراسری 148 شهر را در بر گرفته است. آمار مجروحان قیام سراسری بیش از 3700 نفر و آمار دستگیری ها بیش از 7000 نفر است. سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی 85 تن از شهیدان را اعلام کرد. شهیدان اکثراً در سنین جوانی و نوجوانی هستند. در میان شهیدان نوجوان 13 ساله نیز به چشم می‌خورد. بیشتر آنها از ناحیه سر و سینه هدف تکتیراندازان قرار گرفتند. رژیم با انواع ترفندها تلاش می‌کند آمار واقعی شهیدان را مخفی نگاه دارد. نیروهای سرکوبگر در بسیاری از موارد از تحویل پیکر شهیدان به پزشکی قانونی و یا خانواده‌هایشان خودداری می‌کنند. موج دستگیری‌ها ادامه دارد و اخبار و آمار پنهان شده در این خصوص تدریجاً فاش و اعلام می‌شود. به عنوان مثال دستگیری بیش از 40 تن از دانشجویان دانشگاه تهران در دوشنبه شب که برخی به اوین و شماری از آنها به زندان فشافویه منتقل شدند. در اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت یادآوری شده است: خبرگزاری فارس سپاه روز 26 آبان، دومین روز قیام، به نقل از اولین برآوردهای یک نهاد امنیتی نوشت تاکنون حدود 1000 نفر در ناآرامی‌های اخیر در کل کشور بازداشت شدند. این در حالی است که بیشترین دستگیری‌ها در روزهای بعدی صورت گرفته است. خبرگزاری صدا و سیمای رژیم در 27 آبان از دستگیری 300 تن در تهران و روز 28 آبان سپاه استان البرز از شناسایی و دستگیری 150 نفر از لیدرهای مخل امنیت در البرز خبر داد. روزنامه حکومتی وطن امروز: در همین روز استاندار خوزستان از دستگیری 180 تن، خبرگزاری حکومتی ایرنا و روزنامه جوان سپاه از دستگیری 80 تن در شهریار خبر داد. آخوند احمد سالک عضو مجلس ارتجاع گفت دستگیر شدگان به نوعی ارتباط با منافقین و عناصر بیگانه دارند و آموزش‌های لازم را در طول دو سال اخیر دیده بودند برای اینکه این اتفاقات را رقم بزنند. افکار نیوز 29 آبان. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران عموم هموطنان را به حضور فعالانه در بزرگداشت شهیدان
و رسیدگی و مداوای مجروحان و آسیب دیدگان و خانواده های بی سرپرست فرا خواند و از شورای امنیت ملل متحد و دولت‌ها و مجامع بین‌المللی مدافع حقوق بشر خواست خواهان توقف فوری کشتار و سرکوب و آزادی زندانیان شوند. شورای امنیت باید خامنه‌ای و روحانی و دیگر سردمداران رژیم را به خاطر این همه سرکوب و خونریزی جنایتکاران علیه بشریت اعلام کند تا در برابر عدالت قرار گیرند. ملل متحد باید سریعاً هیئت‌های تحقیق درباره شهیدان و مجروحان و زندانیان به ایران بفرستد. اسامی 85 تن از شهیدان به شرح زیر اعلام شده است. تهران مینا شیخی، تهران گلناز سمسامی، تهران اسلام شهر ایمان رسولی، تهران اسلام شهر محسن جعفرپناه، تهران اسلام شهر آرش کهزادی، تهران اسلام شهر محمد مهدی حقگوی، تهران شهریار رضا حسنوند، تهران شهریار ابراهیم محمدپور، تهران شهریار آزاده زربی، تهران شهریار مهدی پاپی، تهران شهریار حسین قدمی، تهران شهریار مهدی دائمی، تهران شهریار احسان شیری، تهران شهریار میلاد نجحوند، تهران شهریار مؤمنی، تهران بهارستان فاطمه حبیبی، تهران بهارستان گل آقا نوری، تهران علی بهبودی، اهواز محمد رضا عصافی زرگانی، اهواز حمزه سواری، بهبهان محمد حسین قنواتی، بهبهان مهرداد دشتی زاده، بهبهان احسان عبدالله نژاد، بهبهان محمود دشتی زاده، بهبهان احمد حشمدار، بهبهان شبنم دیانی، بهبهان تدین، بهبهان فرزاد انصاری، ماهشهر خانم عتقی، خرمشهر میثم منیعات، خرمشهر میلاد حمیداوی، خرمشهر میثم عبدالوهاب عدکیپور، خرمشهر خالد منیعات، خرمشهر علی غزلاوی، خرمشهر ابراهیم متوری، خوزستان هادی قربانی، شوشتر احمد موسوی جاوله، آبادان علی بغلانی، ماهشهر حتاوی، ماهشهر قاسم باوی، ماهشهر محمد خالقی، ماهشهر عدنان هلالی، ماهشهر مجتبی عبادی، ماهشهر منصور دریس، ماهشهر عباس رضا اساکره، ماهشهر احمد خواجه آل بوغلی، اهواز میثم مجدم، ماهشهر محمد خالدی، ماهشهر علی خواجه آل بوعلی، شیراز کلار رسول قویمی، شیراز مهدی نکویی علی آبادی، شیراز رضا جعفری، شیراز مجید هاشمی، شیراز عبدالله قویمی، شیراز پارسایی، شیراز پارسایی، سنندج مظفر سیفی، بوکان شلیر دادوند، بوکان هیوا نادری، سنندج علی بغلانی، سیرجان روح الله نظری فتح‌آبادی، مریوان مهران تاک، مریوان بهروز ملکی، گرمسار حسن طاووسی، مریوان عثمان نادری، مریوان دانیال استواری، مریوان ادریس بیواره، مریوان عثمان احمدی، مریوان آریان رجبی، جوانرود حمزه نقدی،
جوانرود یونس هوشنگی، جوانرود کاوه رضایی، جوانرود جبار تجاره، جوانرود سلمان رحمانی، جوانرود کاوه محمدی، جوانرود ابراهیم مرادی، جوانرود عزیز، جوانرود مبین عبداللهی، جوانرود عمران ولیدی، کرمانشاه مظفر زهیری، کرمانشاه نادر بیرانوند، کرمانشاه محمد میرزایی، کرمانشاه مظفر وطن دوست، کرج شهرام معینی، تبریز علی حسینی. قیام ایران، گسترش قیام در 148 شهر. درگیری های گسترده جوانان شورشی، دسفول، اصفهان، کیانشهر، ملارد، مشهد، اهواز، قائمشهر، بهبهان، کرمانشاه، اسلامشهر، ارچک ورامین. جو اول سه جو را با هلیکوپتر از بالا گاز اشکاور میزنن. چه وضعی فرکه کوزیگری، خدا لعنتتون کنه بی شرفا، خدا لعنتتون کنه. ای پدر مادرها بی ناموسا جوانان قیام آفرین در کیانشهر دو پمپ بنزین و یک بانک را آتش زدند. مردم دسفول شماری از بانک‌ها و پمپ بنزین‌ها را به آتش کشیدند. مردم اسلامشهر و ملارد پیکرهای شهیدان را با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و می‌کشم آنکه برادرم کشت تشییع کردند. می‌کشم آنکه برادرم کشت. در
اندیمشک جوانان شورشی دو بانک و یک پمپ بنزین را به آتش کشیدند. گزارش از شهرهای به پا خواسته. خوشبختانه فعلا موارد قطع نشده. مای آزادی هست. فعلا فیلم‌ها رو پخش می‌کنن. مردم بیدارن می‌بینن چیزا رو. ایرانی به قولی اینا رو از طریق ماهواره همه دنبال میکنن. اخبار از سیمای آزادی کامل تر نگاه میکنی، چون دقیق تعداد شهر و تعداد درگیری و همه رو آماری میده. اونا دیگه خطرناک هم دیگه این چی برای دست دادن نداره. بله واره و بانکا که همه خاصیش میزنن بانکا رو همه رو. من مثلا میتونم به شما بگم که توی محدوده سیمین اصفهان پمپ بنزین آتیش خورده. عرضم خدمتتون که بانک آتیش خورده دو سه تا. اینا پمپ بنزین آتیش دادن مردم اصلا خراب دراب. اصلا اوضاع کشور به هم ریخته. مردم میرزن شعار میدن ریختن در فرمانداری سنگ توب زدن ورطره فرمانداری دیگه هم اوضاع کشوری جا خیلی به هم ریخته. دیگه شهر دورور ما بزن بود دیگه سربرت و وحیدیه نبود. خود شهریار اوضاع خیلی خراب بود. اصلا ساختمان شهرداری آتیش زدن. امام حسین خب به قول خودمون درسی داد به ما، گفت با کتک خوردن هم میشه پیروز شد، با کشت شدن هم میشه پیروز شد. درسته؟ به شهادت رسید. بنی امیه دیگه پایش سست شد. اینا هم همینن. اینا اون سال 67 جنایت کردن تا الان روز خوش ندیدن. با هلیکوپتر اومده و در بالا تیر میذاره تو سر مردم. اوضاعشون خیلی خرابه. ببین اگر الان میبینید 4-5 روزه اینترنت رو قطع کردن پس بدون خیلی وضعشون خرابه. کرمانشاه میگن مردم خیز بچه بودن برن صدا سیما رو بگیرن. مردم به همون نفر اول هم واقعا معترضن. زنجان هم باز درگیری شده. ولی اخبار ما داریم میبینیم همه جا آشفته است. بانکای محل مثل بانک ملت و بانک ملی کلا به آتیش کشیده شده. کارزار جهانی هموطنان و یاران اشرف نشان، حمایت از قیام ایران و کانونهای شورشی. آمده ای روحانی، برگونه ای رنگتان، خون جوانان ما می چکد از چنگتان. فریاد هر ایرانی، هر فرد خامنه‌ای روحانی، فریاد هر ایرانی، هر فرد خامنه‌ای روحانی. برخلاف همه این رنج ها و تعبی که به مجاهدین خلق شد، امروز در دنیا همه فهمیدن که در این قیام که به تنهایی کافی نیست. ببینید یک قیام باید بشه، باید یک سازمان یافته، یک مقاومت سازمان یافته باید باشه، ولی پیروز نمیشه. امروز تمام نشانی هایی که میدن مال مجاهدین و مال مقاومت کانه های شورشیه. شما ببینید از بالا خامنه ای چی گفته همین روزا؟ تمامشون چی گفتن؟ تمام رهبران بالاشون چی گفتن؟ هم امروز هم میشیدم که این چیزشون رئیسیشون داشت چی میگفت؟ تمام میگن که این کار مجاهدینه. نه نه ترشیمه ایران، نه نه ترشیمه. دوستان عزیز، هموطنان شورشی با کانونهای شورشی، مراکز غارت و چپامون شیخ جنایتکار خامنه ای را به آتش کشیدند. Yeah.
به سینه دشمنان همیشه قرنده باد. مزدوران ارتجاع نابود باید گردد. تو دیکتاتور من آرش، آتش جواب آتش. ضد تظاهرات وحوش وحشت زده خامنه ای در برابر قیام مردم ایران. سخنگوی سپاه پاسداران: اغتشاشگران وابسته به سازمان مجاهدین بودند. اینها چه در حوزه جنگ نرم و تهاجم فرهنگی و چه در حوزه ایجاد ناامنی فعالیت‌های مشهودی دارند. پاسدار شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت رژیم: دشمنان قصد سوء استفاده از اعتراضات را داشتند. نباید اجازه داد اعتراض مردم به آشوبگری تبدیل شود. آخوند جنتی، رئیس خبرگان و شورای نگهبان ارتجاع: دشمن از قبل طراحی چنین اقدامی را کرده بود و مترصد بود. جوان، روزنامه سپاه پاسداران، 3 آبان 98: دشمنی های عجیب و غریبی که با این شدت و غلظت نه در 78 شاهد آن بودیم، نه در 88 و نه اساساً در هیچ برهه حساس و غیر حساس دیگری. به راستی این روزهایی که گذشت با چه قبیله‌ای طرف بودیم؟ در کدام خانه‌های بدتر از خانه‌های تیمی مخفی شده بودند؟ کی و کجا آموزش دیده بودند؟ از کدام روزنه‌ها نفوذ کرده بودند؟ و چگونه در لباس نو و جامعه‌ای جدید از کف خیابان‌های خودمان سر برآوردند؟ سخنگوی مجاهدین: به گفته قرآن از جایی که فکرش را نمی‌کردید. CNN: بانک ها، پمپ بنزین ها و ساختمان ها توسط شورشی ها به آتش کشیده شده است. معترضان شعار مرگ بر خامنه ای سر می دهند. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا: در حالی که مردم ایران به خیابان ها برای اعتراض می آیند، آخوندها در تهران به استفاده از خشونت، دستگیری و سرکوب مردمشان ادامه می دهند. مردم آمریکا در کنار مردم ایران ایستادند. میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت سنای آمریکا: ده ها هزار تن از مردم ایران صدای خشم حق طلبانه خود را در رابطه با وضعیت زندگی و کشورشان بلند کردند. مردم ایران درد ناشی از بیرحمی، خودپرستی و افراطی‌گری طبقه حاکمه را احساس می کنند. ضروری است خونریزی و بدرفتاری هولناک علیه مردم ایران متوقف شود. وزارت خارجه آمریکا: رژیم ایران به تظاهرات گسترده با بیرحمی پاسخ داده است، اما مردم شجاع ایران سرکوب این رژیم را رد می کنند. حقیقت بیرون می آید و جهان آنها را می شنود. مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا: با گذشت هر ثانیه و هر ایرانی که کشته، مجروح، دستگیر یا از حق آزادی بیان محروم می شود، رژیم ایران مشروعیت خود را از دست می دهد. مک‌کال، جمهوری‌خواه ارشد در مجلس نمایندگان آمریکا: رژیم ایران باید به سرکوب خود علیه شهروندان خاتمه بدهد و به فوریت اینترنت را در سراسر کشور باز کند. آن لینده، وزیر خارجه سوئد: از آمار کشته‌های ایران وحشت زده‌ام. هیچ چیزی نمی‌تواند این میزان بیرحمی را توجیه کند. رهبر اپوزیسیون کانادا: ما در همبستگی با مردم ایران هستیم که شجاعانه با دیکتاتوری مبارزه می کنند.
کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد خواستار دسترسی مجدد مردم ایران به اینترنت شد. CNN بانک ها، پمپ بنزین ها و ساختمان ها توسط شورشی ها به آتش کشیده شده است. معترضان شعار مرگ بر خامنه ای سر می دهند. پولیتیکو آمریکا، سران رژیم ایران با بزرگترین آزمایش بقای خود روبرو هستند. تظاهرکنندگان ماشین‌ها، بانک‌ها، پمپ بنزین‌ها، ایستگاه‌های پلیس را در موجی از ناآرامی که تعادل سران رژیم را برهم زده به آتش کشیدند. شمار زیادی کشته شدند. علامت خطر برای سران رژیم ایران این است که ناآرامی‌های اخیر در برگیرنده گستره عظیمی از گروه‌های اجتماعی، منطقه‌ای و قومی است. اقتصاد این رژیم در حالی که تحریم‌های سخت آمریکا متوجه صدور نفت است، در حال فروپاشی است. بسیاری از خبرگزاری‌ها تصاویر خیابان‌های مسدود شده، ماشین‌های سوخته و جمعیت در حال شعار دادن را مخابره کردند. طبق معمول خامنه‌ای ناآرامی‌ها را توطئه دشمنان و تظاهرکنندگان را اشرار توصیف کرد. آقا آتشین می‌شود. سناریو سازی مضحک تلویزیون مفلوک آخوندها به نقل از خبرنگار راشا تودی، روسیه امروز. آیت الله مایک هدایت همه تلاش‌های پنهانی آمریکا برای سرنگونی رژیم را بر عهده دارد. آنها افرادی همانند اعضای سازمان مجاهدین خلق را دارند که در آنجا حضور دارند و اوضاع را به هم می‌ریزند و مردم را می‌کشند. مک آدامز، کارشناس آمریکایی، هم دخالت کشورش در آشوب‌های اخیر ایران را این گونه به راشا تودی توضیح می‌دهند. اکنون افزایش بهای بنزین دلیل این اعتراضات عنوان شده است، اما اینها الگوهایی هستند که ما در فرایند بی‌ثبات کردن کشورها شاهدیم. آدامز در صحبت‌هایش از مسئول آشوب در ایران هم نام می‌برد. این فرد چه کسیه؟ می‌تونید نام او را دوباره تکرار کنید؟ آیت الله مایک اسم مستعار اوست و اسم واقعی او مایک دی آندره است. او از سال 1979 در سازمان سیاه حضور داشت و یک افسر عملیاتی بوده. او اکنون مسئول مأموریت ایران است که در واقع هدایت همه تلاش‌های پنهانی آمریکا را برای بی‌ثبات کردن دولت ایران بر عهده دارد. کار او ایجاد آشوب در همه مکان‌هاست. آنها افرادی همانند اعضای سازمان مجاهدین خلق، گروهک منافقین را دارند که عواملی از دولت آمریکا هستند. در آنجا حضور دارند و اوضاع را به هم می‌ریزند و مردم را می‌کشند. ما بار دیگر خود را با کسانی همپیمان کرده‌ایم که بدترین نوع افراد محسوب می‌شوند، زیرا ما می‌خواهیم رژیمی را سرنگون کنیم که خواهان آن رژیم نیستیم، اما همواره سبب ایجاد آشوب می‌شویم. کانال تلگرام دانشجویان دانشگاه تهران روز دوشنبه با نزدیک شدن به ساعات تاریکی شب، چندین آمبولانس حاوی نیروهای لباس شخصی وارد دانشگاه شدند. تعداد 40-50 تن از دانشجویان را دستگیر و داخل آمبولانس کردند و با خود بردند. غلامرضا حیدری عضو مجلس ارتجاء: با سرکوب و بگیر و ببند اعتراضات مردمی تبدیل به آتش زیر خاکستر خواهد شد. سایت حکومتی انتخاب: تخمین هایی که تا الان زده شده نشان می دهد ضرر و زیان قطع اینترنت از منفعت افزایش قیمت بنزین هم جلو می زند. طی 4 روز نزدیک به 1.5 میلیارد دلار به اقتصاد کشور و 900 میلیارد تومان در 3 روز اول به کسب و کارهای اینترنتی زیان وارد شده است. تلویزیون رژیم آخوندی 29 آبان 98
درخواست اولم اینه به عنوان یک کارشناس. دولت مردان محترم اگر دیدن این طراحی یا این جراحی عفونت و تبعات بعد از جراحیش بیشتر هستش، با یک متمم متوقفش کنن. یعنی اینقدر شجاعت داشته باشن که اگر یک طرحی رو میبینن چالششو محاسبه نکردن، بله، نمیتونن تبعات بعدش رو مدیریت بکنن. تبعات بعدش فجیع نیست، بله، وحشتناک نیست، اما چون محاسبه نشده است در داده های شبیه ساز همه اتفاقی رو میتونه رو براش پیش بینی. ادامه خبرها با اخباری از قیام عراق. بغداد شاهد درگیری‌های گسترده در شب پنجشنبه بود. جوانان شورشی با دستان خالی در برابر تهاجم مزدوران سرکوبگر به چادرها و محل استقرارشان مقاومت کردند. ماموران سرکوب و وحوش وابسته به رژیم ولایت فقیه در پل‌های خلانی، احرار و سنک یورش بردند و چادرهای معترضان را به آتش کشیدند. رسانه‌های عربی از شهادت 7 تن از معترضان و مجروح شدن 10 تن خبر دادند. این پل‌ها طی ماه گذشته چندین بار دست به دست شده است. انقلابیون در میدان تحریر می‌گویند با خون خود از سنگرهای انقلاب دفاع می‌کنند. در بصره تظاهرات جوانان ادامه دارد. آنها تمامی شاهراه‌ها را بستند و جلوی هر گونه فعالیت اقتصادی و اداری را می‌گیرند. بصره هم اکنون در اعتصاب عمومی است. در دیوانی کادر درمانی برای حمایت از خواست قیام کنندگان که برکناری حاکمان فاسد و خلعیت از رژیم آخوندی است تظاهرات کردند. کوت در استان واسط هم شاهد تظاهرات ضد حکومتی بود. در بودیر و قائم در دیوانی نیز تظاهراتی برپا بود. در اماره مرکز استان میسان جامعه مهندسین تظاهرات کردند و همبستگی خود را با قیام کنندگان در میدان تحریر بغداد اعلام کردند. در سماوه دختران دانش آموز دست به تظاهرات زدند. اسکای نیوز گزارش داد قیام کنندگان عراق راه‌های منتهی به بندر ام قصر و بندر خورزبیر در بصره را مسدود کردند. کامیون‌ها نمی‌توانند محموله‌های خود را به این بنادر برسانند. همه فعالیت‌ها متوقف شده است. این دو بندر که محل صادرات و واردات مشتقات نفتی است در حالت فلج کامل قرار دارند. معترضان بر بستن ورودی‌های بسیار حیاتی این دو بندر مصمم هستند. خبری از قیام مردمی در لبنان. مردم لبنان در دومین ماه قیام خود از سنگرهای انقلاب حفاظت می‌کنند. به گزارش العربیه نیروهای ضد شورش به میدان ریاض الصلح بیروت یورش بردند، اما جوانان به مقابله با آنان برخاستند و آنها را پس زدند. معترضان در محکومیت تعرض به تظاهرکنندگان در بیروت، جاده بین المللی در منطقه منیه واقع در شمال کشور و جاده زهرالبید در منطقه بغارا بستند. تا به حال حمله و هجوم وحوش حزب شیطان به قیام کنندگان بارها صورت گرفته، اما به خاطر پایداری جوانان شورشی با شکست روبرو شده است و میادین اصلی شهرها همچنان در دست قیام کنندگان است. كما أغلق المحتجون بالإطارات المشتعلة طريق ظهر البيدر في منطقة البقاع استنكارا لاعتداء على المتظاهرين في بيروت. التوتر وسط العاصمة سبقه احتشاد للعشرات أمام مصرف لبنان في منطقة الحمرة احتجاجا على سياسة وسط بيروت. ففيما كان المتظاهرون يتابعون على شاشة عملاقة مباراة منتخب بلادهم مع كوريا الشمالية، توتر الوضع وهاجمت. و آخرین خبر این ساعت، آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد حکومت آخوندی باید در مورد ذرات اورانیوم کشف شده در یکی از سایت‌های اتمی خود توضیح بدهد. کرنل فروتا رئیس موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت هفته آینده به تهران خواهد رفت و درباره این موضوع که حل نشده باقی مانده گفتگو خواهد کرد. وی تاکید کرد که ضروری است رژیم ایران
با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند تا این موضوع به سرعت حل شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی طی گزارشی که هفته گذشته علنی شد گفت که بازرسان آن ذرات اورانیوم طبیعی با منشأ انسانی را در یک موقعیت اعلام نشده با آژانس در ایران کشف کردند. بینندگان عزیز، اخبار ما در اینجا به پایان می‌رسد. خدا نگهدار همگی.